سلام من علی شیرازی هستم امروز شنبه 16 همه فروردین و این برنامه بررسی روزنامه هاست امروز روزنامه ها در اولین روز کاری خود در سال 93 موضوعات متنوعی را مورد توجه قرار دادند از آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده تا وضعیت هدفمندی یارانه ها در سال 93 و قطنامه پارلمان اتحادیه اروپا که با هم به مرور آنها خواهیم پرداخت روزنامه های اعتماد، شرق، آرمان، ابتکار، آفتابی از مردم سالاری، جمهوری اسلامی و ایران ضمن انتشار اخبار و گزارشهایی درباره آزادی چهار سرباز را بوده شده در صفحه یک عکس یا طرح یک خود را به همین موضوع اختصاص دادند. روزنامه های قانون، شهروند و جامعه جمع نیز یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خود را به همین موضوع اختصاص دادند اما روزنامه های کیهان، حمایت و رسالت در نیمتای اصلی صفحه که خود اشاره‌ای به خبر آزادی چهار سرباز رو بوده شده نکردند. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر سربازان آمدن گروهبان نیامد نوشته 58 روز بعد از روبوده شدن پنج مرزبان ایرانی در مرز پاکستان اخبار ضد و نقیزی از آزادی آنها حکایت دارد در حالی که مسئول کمیته پیگیری آزادی مرزبانان ایرانی در مجلس از آزادی چهار نفر از مرزبانان و تحویل جسد جمشید دانایی به رابط ایران در پاکستان خبر می دهد سایر مقامات حاضر به تایید این خبر نیستند. مهدی دوادگری هم در سرمقاله روزنامه جهان سنت نوشته اینکه یک گروه تروریستی به راحتی وارد خاک کشوری شود و تمامیت ارزی آن را نادیده گیرد جای بررسی دارد. چه فرد یا گروهی باید در این باره پاسخگو باشد چگونه و چرا این اتفاق ناگوار صورت گرفته و چرا به راحتی این اتفاق صورت گرفته و به کدام دلیل مرزبانان ربوده شده و یکی از آنها به شهادت رسیده به نظر این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر مذاکرات ایران با گروه جیش که ایران متعهد شده تا در اعضای آزادی سربازان ربوده شده زندانیان مد نظر این گروهک را آزاد کند باید بررسی شود که در این مذاکرات چه چیزی داده و چه چیزی گرفته شده است روزنامه ایران اما از آغاز ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی از 20 فروردین و همزمان افزایش قیمت ده حامل انرژی بر اساس مصوبه دولت خبر داده به نوشته این روزنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطلاعی از سرپرستان خانوار متقاضی یارانه خواست از بیستم تا آخر فروردین 93 به سبتنام و تقاضای دریافت یارانه مرحله دوم اقدام کنند. این روزنامه با اشاره به اینکه گنجاندن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه 93 مهمترین خبری بود که در روزهای پایانی سال گذشته تمام مسائل اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داد و به نظر می رسد در سال جاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار باشد نوشته دولت یازدهم پس از گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آشکار شدن اشکالات کار مدیران دولت سابق تصمیم گرفت این قانون را به ریل اصلی خود بازگرداند. در گزارش روزنامه ایران تاکید شده که دولت برای پرداخت یارانه نقدی هر ماه با هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که تأمین این کسری بازگشت به قانون را اجتناب ناپذیر می کرد و به دین ترتیب هدفمندی یارانه ها در سال 93 با سیاق متفاوتی نسبت به سالهای قبل اجرا می شود چرا که در نحوه پرداخت یارانه نقدی دولت به این نتیجه رسید تا با ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه این بخش مهم از قانون را سامان دهد به نوشته روزنامه ایران در فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر اصلاح سهم بخش های مختلف از درامت های هدفمندی با همکاری و مشارکت مجلس قرار بر این شده تا قیمت حامل های انرژی به صورت منطقی افزایش شود و به همین دلیل تا کنون قیمت ده حامل انرژی افزایش یافته است. همزمان با افزایش قیمت شماری از حامل های انرژی روزنامه جهان صنعت هشدار محسن رنانی اقتصاددان درباره پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای دولت حسن روحانی را رو منتشر کرده و نوشته هدفمندسازی یک پروژه حاکمیتی است نه یک پروژه دولتی و برای اینکه هدفمندسازی موفق شود حکومت باید همت کند نه دولت محسن رنانی با اشاره به اینکه در دیدار با مقامهای دولتی نیز به آنها توصیه کرده که سراغ اجرای فاز دوم هدفمندسازی نروند گفته اصلا بحث پرداخت ها امروز در توان دولت روحانی نیست در مسئولیتش هم قاعدتا نیست برای اینکه این سیاست در دولت دهم ده و با اجماع کلیه قوا شروع شده و حالا که به نقطه ناتوانی رسیده باید کل قوا حمت کنند تا یارانه ها پرداخت شود. روزنامه جهان سند از قول این اقتصاددان نوشته دولت روحانی برای تأمین کسری یارانه ها یا باید موتور تورم را از طریق افزایش قیمت حامل ها دوباره روشن کند یا پول چاپ کند که باز هم موتور تورم روشن می شود. بنابراین اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می کند. محسن رنانی با تاکید بر اینکه دولت باید برای تأمین کسری یارانها وارد تعامل با حکومت شود گفته بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند و راندهایی بردند یارانه ها را یکی دو سال بر عهده بگیرند تا ارزش اسمی یارانه ها با تورم کم شود با تورم موجود ارزش یارانه ها دو سال دیگر نصف خواهد شد دولت روحانی باید از پروژه یارانه ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند در حالی که مسئله افزایش قیمت حامل ها یک سیاست مستقل تخصیصی است و گره زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمانبندی و شیوه های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است اما روح الله حقیقت طلب در سرمقاله روزنامه مردم سالاری با عنوان اقتصاد و فرهنگ نوشته هرچند فرهنگ بر اقتصاد اولویت قطعی دارد و برای توسعه اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگی هستیم اما نباید فراموش کرد که برای توسعه مطلوب فرهنگی نیز حتما باید اقتصاد مناسب داشت در مباحث فرهنگی و یا مشکلات اقتصادی نمیتوان از دقدقه های مسائل سیاسی داخلی نیز فارغ البال بود نویسنده نتیجه گرفته آزادی بیان و مطبوعات فرهنگ انتخابات سالم آزادی احزا و جمعیت سیاسی و یا حقوق شهروندی از جمله لوازم فرهنگ مطلوب است و دقدقه های فرهنگی را نباید صرفا در خطاهای یک روزنامه یا یک فیلم سینمایی فروک است. باید فهمید چرا برخی شبکه های ماهواره خارجی از برنامه های مهم شبکه های, شبکه های, صدا و سیما پر مخاطب تر است. و خلاصه سرمقاله مردم سالاری این که هر گونه فشار بر مردم و تفسیر اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ریاضتی قطعا خلاف فلسفه سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم نباید هر کجا کم آورد تابلوی اقتصاد مقاومتی را بالا ببرد. روزنامه شهروند هم در عکس روز به پیام تبریک حسن روحانی به ایرانیان اشاره کرده و نوشته تازه سال تحویل شده بود هنوز مردم داشتن با اعضای خانوادهشان روبوسی می کردن که زنگ پیامک گوشی هایشان یکی یکی به صدا در آمده آنها متنی را دیدند که در آن آمده بود نوروزی سرشار از شادی و امید را برایتان آرزومندم حسن روحانی رئیس جمهور آن روز و روزهای بعد عید نوروز امسال کمتر کسی بود که با خواندن این پیامک لبخند به لبش نیامده و آن را با صدای بلند برای بقیه نخوانده باشد نگاه کن رئیس جمهور به من اسمس داده یکی دو روز بعد از دریافت پیامک تبریک رئیس جمهور بود که حرف و حدیث ها درباره آن شروع شد از رسانه های منتقد دولت گرفته تا بعضی اصلاح طلبان به نوشته این گزارش اول از همه یکی از نمایندگان سابق مجلس پرسید که این میلیون ها تومان برای تبریک نوروزی از بودجه بیت المال مصرف شده و عملی پوپولیستی است مسئولان دولتی نسبت به این انتقادها واکنشی نشان ندادند تا یک منبع آگاه گفت این ابتکار عمل از طرف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به،, به کار رفته و تقلبی در کار نیست و هیچ یک از اپراتورها و از نهاد ریاست جمهوری بابت هزینه ارسال پیامک دریافت نکردند و همه آنها به صورت اسپانسر این کار را انجام دادند. به گزارش شهروند نخستین بار است که رئیس جمهور ایران به ابتکار عمل تازه‌ای دست زده و فرارسیدن عید نوروز را با فرستادن پیامک به مردم تبریک گفته. ابتکار عملی که به نظر می‌آید توانسته موفقیت زیادی را بین مردم به دست بیاورد. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز. اطلاعات رئیس جمهور امسال شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود جوان پرش چرا خاموش ایران و پنج به علاوه یک به مذاکرات محتوایی رسالت محمد رضا با نقد های جدی به سیاست های فرهنگی دولت داریم دنیای اقتصاد تعدیل نرخ دلار رسمی وطن امروز یاران بگیران گدا نیستند ابرار دولت تصویب کرد افزایش 20 درصدی قیمت مصارف خانگی گاز از اول فروردین آفرینش سوریه انتقال مواد شیمیایی به خارج را متوقف کرد روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز با عنوان کمبودهای اتحادیه اروپا با اشاره به قطنامه اتحادیه اروپا درباره مسائل حقوق بشر در ایران نوشته در این قطنامه علاوه بر دخالت آشکار در امور داخلی ایران خواسته هایی مطرح شده که نه در چارچوب قوانین بین المللی می گنجد و نه با شعون انسانی ملت ها منطبق هستند. از جمله این خواسته ها دادن آزادی عمل به همجنس بازان است اقدامی که تعالیم تمام ادیان الهیان را حرام می دانند. به نوشته این مقاله مواد دیگر قدنامه اتحادی اروپا نیز به شکلهای مختلف دچار مشکل هستند. این مواد عبارتند از بازگشایی انجامن سنفی روزنامه نگاران، تأسیس دفتری برای اتحادیه اروپا در تهران به منظور نظارت بر چگونگی اعمال حقوق بشر، صدور ویزای بدون قید و شرط برای نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، و مشروط ساختن سفر حیات های اعزامی اروپایی به ایران به دیدار با زندانیان سیاسی تمام این خواسته ها نشان دهنده خوی زیاد خواهی اتحادیه اروپا و خود را قیم ملت ها دانستن است روزنامه شهروند نیز در گزارشی نوشته هنوز بحث ها در ایران بر سر آخرین گزارش حقوق بشری احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نیز دیدارهای حقوق بشری جنجال برانگیز کاترین اشتون فروکش نکرده بود که در روزهای گذشته و همزمان با نفسهای واپسین تعطیلات نوروزی در ایران پارلمان اتحادیه اروپا پیشنویس قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصبیب و راهبرد اتحادیه اروپایی در قبال ایران را ترسیم کرد این روزنامه با اشاره به اینکه قطنامه 23 بندی اتحادیه اروپا بار دیگر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد این قطنامه را مداخله جویانه توصیف کرده و نوشته در این قطنامه ذکر شده که انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران با استانداردهای اروپایی مطابقت ندارد از دیگر موارد مداخله جویانه ذکر شده در این قطنامه درخواست آزادی محکومان هوا... ببخشید حوادث 88 بازگشایی انجمن سنفی روزنامه نگاران و اجازه سفر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران است و در بند دیگری از این قدنامه اتحادیه اروپا خواستار گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شده و سفر حیات های اروپایی به ایران را منوط به ملاقات با محکومان فتنه و مخالفان نظام جمهوری اسلامی کرده. روزنامه شهروند با تاکید بر اینکه بعد از تصویب و انتشار این قدنامه شماری از مقامات و شخصیت های ایرانی به تصویب آن واکنش نشان دادند و آن را مداخله جویانه ارزیابی کردن نوشته مهمترین واکنش را مرزی افغم سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران از جایگاه اعلام موضع رسمی وزارت خارجه نشان داد و این قطنامه را مداخله جویانه و ضد ایرانی ارزیابی کرد و علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این باره گفته دولت و مجلس اجازه دخالت در امور ایران را به اهدی نخواهند روزنامه شرق نیز ضمن انتشار بخشهایی از قطنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران و واکنش های مقام های جمهوری اسلامی به آن نوشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قطنامه پارلمان اروپا را سبب افزایش تحریم ها علیه ایران ندانست اما تصویب این قطنامه علیه ایران برخی معترضان را به واکنش علیه راهندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران واداشت به نوشته این روزنامه منصور حقیقتپور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در واکنش به قطنامه پارلمان اروپا گفت خانم کاترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید روزنامه شرق همچنین از قول منصور حقیقتپور نوشت ایران از این به بعد دیگر نباید هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به خاک اروپا را بپردازد و ایران در مورد ممانعت از انتقال مواد مخدر به اروپا باید تجدید نظر کند تا حال تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید به گزارش این روزنامه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره بند مربوط به درخواست رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی در قطعنامه پارلمان اروپا گفته اگر قرار باشد سران فتنه محاکمه شوند طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه می شوند و اگر هم بیگناه شناخته شوند باز هم به توصیه اروپایی ها آزاد نخواهند شد حسین شریعت مداری هم در سرمقاله امروز کیهان با عنوان آنتک و این پاتک نوشته قدنامه‌ای که روز پنجشنبه هفته گذشته با عنوان راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران به تصویب پارلمان این اتحادیه رسید و اندازه خیال به اندازه خیال, پرداز... به اندازه خیال است که تصویب آن از سوی کشورهای اروپایی آن هم در حالی که ضعیفترین دوران حیات خود را تجربه می کنند فقط با واجه های نظیر خنددار و احمقانه قابل تفسیر است. سرمقاله نویس کیهان همچنین نوشته اعلام سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب که میرود تا علاوه بر گشایش و شکوفایی اقتصادی آخرین هربه باقی مانده یعنی تحریم های اقتصادی را نیز از چنگ حریف بیرون آورد به طور طبیعی دشمن را سراسیمه کرده و در مقابل این تک حکیمانه و مقتدرانه حضرت آقا به پاتک خنددار و احمقانه قدنامه یاد شده روی آوردن. و وقای نگاری احسان ابراهیمی در روزنامه قانون با عنوان SMS میزنم جواب نمیدی. سیزده همه فروردین 1393 سلام از شد. حال شما. صد سال به این سالها هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز. پیروزتان هر روز نوروز. دلم برایتان تنگ شده بود. جدن امیدوارم که اخبار مربوط به تحریم روسیه وضعیت گروگانها افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت حاملهای انرژی مثل گاز اجرای فاز دوم هدفمندی ها، تصادف مجدد اتوبوس راهیان نور اخبار مربوط به درگذشت بزرگان تجمع اعتراضی به سریال پایتخت عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی نماینده جدید ایران در سازمان ملل گفتگوهای رسانه عزت آقای با نمایندگان مجلس برای حل مسائل فرهنگی و سایر برنامه های قشنگ صدا و سیما توانسته باشد به خوبی اعصاب و روان شما را در سال جدید به هم ریخته باشد تا در کنار هم سالی له داغون و نابود را سپری کنیم و با تمرینات سنگین چریکی باز هم بذر امید را در دلمان زنده نگه داریم توجه شما را به ادامه خاطرات نوروزی جلب می‌کند اول فروردین 1393 به اتفاق خانواده برای دیدنی به منزل آقای حاشمی رفت. البته ما خودمان دستمان به دهن ما میرسد اما از اینکه دیدیم آقای هاشمی هم در این حد دستش به دهانش میرسد انگشت به دهان مانده بود. جای شما خالی. خیلی خوش گذشت. آقای هاشمی شاد و سرحال بود و مدام میخندید. برای من آجیل آوردن. به اندازه تخم ژاپنی های آجیل منزل ما پسته در ظرفشان بود با خنده گفتیم ماشاءالله پسته رو امسال تحریم نکردید هیچ عوض پارسال رو هم در آوردید آقای هاشمی گفت خب بابا جان ما اهل رفسنجانی مگه شما توی اصفهان به گسهاشون توی شمال به ماهیاشون یا توی تبریز به کوفته تبریزیاشون گیر میدی خب بابا سوقات ما هم پسته است گناه کردیم چشم ندارن چهار تا دونه پسته ما رو ببینن حالا یک میلیون هکتار باغ خیار داشتیم کسی به روش نمی آورد ها دیدم حسابی دلش پره سری رو عوض کردم آقای هاشمی دو دقیقه یک بار دستش رو میزد به وسایل خانهش رو با لبخند میپرسید قصه سر آمد میپرسیدم جان میگفت هیچی چی چی دستم هنوز کار نمیکنه حالا بعدم بهت میگم خیلی کنجکاو شدم پیگیر که شدم گفت امسال در پی اونم که گر که گرز دست برایت دست به کاری بزنم که قصه سر آید. اول منظورش رو نفهمیدم ولی بعد که متوجه شدم تمام تنم عرق کرد ملتمسانه گفتم حاج آقا حالا نمیشه فعلا دست نزنی تا دوره من بی سر تموم شه با لبخند نگاهم کرد و گفت دوم فروردین 1393 از ساعت 7 صبح تا 11 شب هر جا رفتی برادر حسین داداشم با ما نیومد رفته بود تو اتاقش پشت تخت قایم شده بود و تا میرفتیم سراغش هول میشد و یه چیزی رو پنهون میکرد شب که برگشتیم خیلی زیرپوستی اومد روی کاناپه کنارم نشست و پرسید داداش شماره اون پسر دختره که اون دفعه تو پاساژ گلستان دیدیمشون چند بود پرسیدم میخوای چیکار کلی حرفش رو مزه مزه کرد و گفت دارم از طرف شما اسمس تبریک نوروزی میفرستم فکر میکردم،, فکر میکردم گوشیم گم شده نگو برادر حسین برداشته بود داد زدم بده به من گوشی رو اونها رو اصلا نمیشناسم زشت اسمس بزنی مرد حسابی چشماش برق زد و گفت دیگه دیر شده تا حالا به 64 میلیون و 343 هزار و 568 نفر زدم اگه به اون دوتا نزنم بیشتر زشت و ناراحت میشن و ماتم برد و گوشی پخش زمین شد و ترکید گفتم در جریان باشید اگه تبریکم به کسی نرسید گلایه نکنه چون گوشیم به فنا رفته انشالله همه کسانی که پیامم با آنها نرسیده منتظر باشن که به تدریج حضوری خدمتشان خواهم رسید و از خجالتشان در خواهم آمد به سراغ کارتون های امروز میریم کارتون نادر رحمانی در روزنامه اعتماد کارتون جلال پیر مرز آبادی در خبرگزاری ایسنا کارتون محمد رزا شاه ولد در روزنامه قانون کارتون امین منتظری در روزنامه شرق کارتون حمید صوفی در روزنامه جهان صنعت کارتون محمد تهانی در روزنامه آرمان جواد تکجو روزنامه جام جم کارتونی از علی دیواندری کارتونی از نیکاهنگ کوسر و در پایان کارتونی از توکان استانی. این بود بررسی روزنامه های شنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه به صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد سر بزنید این صفحه رو لایک کنید و برای معرفی اون به دوستانتون اون رو شیر کنید در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش.